منتظر باشید. حماسه جدید از صدا و سیما در راهه. قرار شاهد شاهکار جدیدی از تیغ سانسور تلویزیون باشیم با فصل جدیدی از سریال جمون با عنوان جمونگ 3 یا جامیونگو. قبل از شروع ویدیو ازت میخوام با لایک کردن این ویدیو و سابسکرایب کردن کانال ازم حمایت کنی که این کارت کمک خیلی بزرگی بهم میکنه رفیق. طی یه حرکت جنجالی از صدا و سیما، سریال جمونگ 3 از امروز دوم دیما در حالی روی آنتن شبکه تماشا رفته که این سریال جمونگ 4 بوده و جمونگ 3 در اصل جامیونگو بوده که قراره بعد این سریال به روی آنتن بره. فصل جدیدی که امشب قرار قسمت اولش پخش بشه رو توی ویدیویی که لینکش این بالا نمایش داده میشه کامل بررسی کردیم و دیگه توی این ویدیو بهش نمیپردازیم. سریال جمونگ 3 یا جامیونگو که قراره به عنوان جمونگ 4 در ایران پخش بشه، با وجود زنی به عنوان همسر ماهیول، یکی از پرصحنه ترین فصل های سریال جمونگه که آخر این ویدیو صحنه هایی از این فیلم رو براتون میذارم که نمیدونم چطور قراره از زیر تیغ سانسور صدا و سیما عبور کنه. اگر بخوایم خیلی کوتاه نگاهی به داستان سریال جامیونگو یا جمونگ 3 داشته باشیم، باید عرض کنم که این سریال دقیقاً ادامه سریال امپراتور بادهاست که دیشب 1 دیما قسمت آخر اون از تلویزیون و از شبکه تماشا پخش شد. خب همونطور که میدونید سریال امپراتور بادها حول محور حکومت یوری پسر جمون بوده که با تولد پسری به نام موهیول داستان این سریال شروع میشه و در پایان این سریال حکومت گوگوریو میفته به دست موهیول. اما موهیولی که توی سرزمین بادها دیدیم با موهیول سریال جامیونگو کلن شخصیتش فرق میکنه و مثبت 18 شده. اصلا این دو شخصیت رو نمیشه با هم مقایسه کرد و موندم صدا و سیما چطور میخواد اینا رو سانسور کنه و در این حال داستان سریال تغییری نکنه. سریال جامیونگو یا جمونگ 3 دقیقا ادامه امپراتور بادهاست و حکومت موهیول و بزرگ شدن پسرش هودون رو به نمایش میذاره که خب هودون پسر موهیول و یهونه که توی امپراتور بادها متوجه شدی. توی سریال جامیونگو شاهد شخصیت زنی هستیم به عنوان ملکه و همسر سوم موهیول. این زن که گویا میخواسته از موهیول صاحب فرزند بشه توی کل داستان در حال وررفتن با موهیوله و موندیم چطور قرار کل این سکانس ها حذف بشه. مثلا خود شخصیت موهیول که گفتیم با فصل قبل کلن فرق داره. توی این سریال که موهیول یک امپراتور میان ساله اصرار میکنه که براش زنهای جوان پیدا کنند و دائم ملکه رو به بهانه پیر بودنش پس میزنه. همینم باعث میشه که برای موهیول یه زن جوان پیدا کنند و موهیول بخش زیادی از این سریال رو با این دختر میگذرونه. همه اینها رو هم کنار بگذاریم، نوع لباسهایی که زنها توی این سریال پوشیدن هم متفاوته و بازه که فکر کنم قراره فقط صورت بازیگرها رو ببینیم. به هر حال خیلی کنجکاو کننده است که ببینیم صدا و سیما قراره چطور این سریال رو سانسور و دوباره پخش کنه.